اعترافات ساختگی که حاصل هنرنمایی شکنجه های مرگبار بازجویان سازمان اطلاعات ایران است، خالی از نکات ریزی که میتوان به ساختگی بودن این اعترافات پی برد نیست. پدرم سال 90 که قطر رفته بود 800 میلیون تومان پولا را گذاشته بود توی ظرفی که پاکتی که بنده بس میشه، پولا را ورداش گذاشتی توی جعبه و حرکت کرد. بیایم از اسکناس های 5000 تومانی استفاده بکنیم، قطرش میشه 13 متر. حالا بیایم از چک پول های 100000 تومانی استفاده بکنیم، قطرش میشه 1 متر. آیا این راه حل مناسب و عاقلانه ای هست برای حمل و نقل پول؟ و پدرم سال 90 که قطر رفته بود 800 میلیون تومان از وهابیون گرفت. تاریخ سفر مولوی نقشبندی به قطر سال 1390 می باشد که بعد از اقدام اولیه برای ترور مولوی جنگیزهی بوده است. این بدین معناست که برای اقدام اولیه برای قتل جنگیزهی که شخصیت والایی بین مردم نداشت و با توجه به کثرت مزدورانی که در ازای اندکی پول حاضر به قتل هر شخص از هر طبقه از جامعه بودند، نیازی به 800 میلیون تومان وجود نداشت. اگر کمی به مسئله دقیق تر شویم و قضیه را از نزدیک بررسی کنیم، میبینیم که 15 سال کار کردن بر مسجدی نیمه ساخته و به اتمام نرسیدن این پروژه، فروش اتومبیل شخصی خود برای تأمین هزینه درمان دخترش که بر اثر بیماری سرطان جان می‌دهد، بیانگر حقیقت اوضاع مالی این بزرگ مرد می باشد. نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيوني فلتقاتل